آقای سیاوش عبستای عزیز، آقای سیاوش عبستا با این لباس آبی و کروات شیکشون ببینیم چه مطالبی برای ما تدارک دیدن امروز. درودی بر شما. درود بر شما استاد سید شرفشاهی. حالتون چطوره؟ احوال چطوره؟ یه زنگی بزنید که از حالتون باخبر بشیم. بله آقای قرقزروی عزیز. نه آقای قرقزرو در جنوب فرانسه هستن آقای شرفشاهی عزیز. بله میدونم. در نیسن. پاریس نه، در جنوب فرانسه، شهر نیس. شهر نیس در جنوب فرانسه. بله. خیلی باصفاس اونجا. اونجا شهر دریا. یعنی همه این آرتیست ها که به بیرلیز شما مثلا یه خونه دارن، یه خونه هم اینجا توی نیس دارن. آقای قرقزرو جاشون خیلی باحال. خلاصه پاریس نیستن، پاریسی که شلوغ، در داغون، هر روز تظاهرات، ماشین آتیش زدن از خیابون، خونه، ماشین، مترو، قطار، آدم نمیتونی سوار بشه. خیلی وضع خرابه پاریس. استاد سیروس شرفشاهی بله، و حالتون چطوره؟ درود دارم به شما استاد سیروس شرفشاهی، درود دارم به برادرم امیر شجره، به مرجان جان عزیز، به آقای شهرتی عزیزم کارگردان برنامه، و همه مهربانیارانی که ما رو میبینن. از مهر ورزی همه مهربانیاران بسیار سپاسگزارم که تا یه هفته پیام های گرم و مهربانانه آقای شرفشاهی برای شما میفرستن و برای تلویزیون و برای همه. خلاصه و سپاسگزار از همه مهربانی ها هستیم. خب باید بریم، باید شروع کنیم آقای شرفشاهی. بله دیگه شروع کنیم. از کنم خدمتتون که 5 تا ویدیو داریم آقای شرفشاهی. اولیش مال مجید رضا رهنورده، این قهرمان و دلاور نازنین، همشهری من، هم محلی من، و وقتی که من ایران بودم هنوز به دنیا نیامده بود، ولی قهرمانش در تاریخ ایران تبلور پیدا کرد. و این قهرمان بزرگ ما مجید رضا رهنورد اسطوره‌ای شد به یادماندنی در راستای همون لشکرهای بزرگی که ابو مسلم خراسانی، بابک خرم‌الدین و هزاران هزار سردار دلیر آریایی تا این 14 قرن با سلحشوری آمدند و در میدان نبرد بودند، و این به تنهایی یک لشکر بود. آقای شرفشاهی، من امشب میخوام یک توضیح بدم در رابطه با کار مجید رضا رهنورد عزیزم، چون اینها رژیم میگه که قاتل و آدم کشته و فلان اینا. این یه خونه داره، خونه در خیابون هور، منطقه متوسطی است، یعنی ما اونجا خونه داشتیم و من اصلا نصف زندگیم تو همون محله شد. میدونم که منطقه است که منطقه محرومان جامعه است، یعنی مردم عادی اونجا زندگی میکنن، بالای شهر نیست، در مشهد. این از پنجره خونه فریادی میشنوه که خواهرش داد میزنه رضا رضا رضا. این میاد از پنجره نگاه میکنه، و از پنجره که نگاه میکنه تو خیابون میبینه که همون موقعی بود که شلوغیا و این پاسدارا و بسیجیا و حزب اللهیا دخترها رو تو کوچه و خیابون لگد و کتک و کشتار و تجاوز اینا میکردن. میبینه یک گروهی ریختن روی 4-5 تا دختر رو دارن میزنن. حالا یا یکی یا دو تا از خواهرش در میان اون جمع بودن. این فوری چون مشغول نوشتن بود، داشته بود یه چیزی مینوشت، میره روی یه کاغذی دو خط یک وصیت‌نامه مینویسه، دو خط، و چاقوی بزرگ آشپزخونهشون رو ور میداره، میاد پایین به دفاع از خواهرش، به دفاع از دختر محلش. آقای شرفشاهی، من بدون رو درواسی میخوام بهتون بگم، من خودم این کار رو میکردم. من وقتی کودک خردسالی بودم، 9-11 سالی بودم، 2-3 بار تو محلمون، همون نوغان مشهد، دعوامون شد، میزدیم کسایی که مزاحم دختره ما میشدن. خب بلاکپات ها زیاد بودن، مزاحم دختره میشدن، من میرفتم با 2-3 تا دیگه نار کتک میزدیم، مثلا لشکرکشی میکردیم. یعنی شیوه جوانمردی و ایاری، یعنی ایاری خراسونی مشهدی است، خصوصا که یک اراذل و اوباش که میزدن، میکشتن، تجاوز میکردن و و و غیره. وقتی میاد پایین، خلاصه قهرمان، چون قهرمان هم بوده، ورزشکار بوده، حتما دیگه همتون میدونید، ورزشکار بود، قهرمان بود، بچه همه مثل حسینی، مثل کرمی، اینا همه قهرمان بودن. آقای شرفشاهی که بعد بدن اینا رو حرمزاده خالی کردن، اونا رو هم فاش فروختن، که خود اون افسانه ای داره که دکتر حسام نوذری در این رابطه برنامه خوبی رفته با میبودی و خودش تنهایی، ببینید حتما اون برنامه
مهربان جان دکتر حسام نوذری عزیزم. به هر حال میاد و میزنه اینا رو لتوپار میکنه، چهار تاشون رو زخمی میکنه از این نیروهای بسیج و سپاه و دو تا رو میکشه در دفاع از دخترای محله و بعدم میگریزه. سمنان بوده با یک مهربانیار افغان که میخواسته از کشور خارج بشه که بازداشت میشه و بعد سریع اعدامش میکنه آقای شرفشاهی. اینجا مسئله است. خانواده دوتا مقتول، خانواده دوتا مقتول طول الان هم همین بچه ها بشهد برین ازشون بپرسید، میتونن شهادت بدن که اصلا به اینها نگذاشتن کسی مراجعه کنه برای گرفتن رضایت، چون اونها آماده بودن که رضایت بدن که رضا کشته نشه. شهر مشهد میبنده، محلات همه میبندن، مغازه ها، ولی بعد این حرامزاده های حمله میکنن به خانه مادرش و کار میکنن که مادرش خونه رو ترک میکنه، الان مادر از اون خونه رفته اونجا نیست و غیره و غیره. خلاصه این ولی جوان مرد و قهرمان در تاریخ میمونه. من اینجا میخوام یک بار دیگه از مهربانیار پرنس عزیزم رضا پهلوی سپاسگزاری میکنم، چون رضا پهلوی وقتی که آمد به میدون در رابطه با مجید رضا رهنورد یک سخن بسیار خوب و تاریخی گفت که اگر در سابق، من بارها گفتم باز تاکید میکنم، چون حرامزاده ای الان این روزا هستن که به رضا پهلوی حمله میکنن و اینها، میخوام بگم اگر حرفای گذشته رضا رو در رابطه با اسلام و چه با میگیرید، باید بدونید که این فرد با اون گذشته هایی که با زمان مادر بزرگش فریده خانم حرف میزد فرق کرده. وقتی میاد میگه رضا رهنورد شیر و خورشید ایران بود و یک روزی رو گرامی می‌داره به خاطر اون 26 که پریروز بود و بعد تصویری که رو صفحه خودش گذاشته که الان توی همین ویدیو هست ما می‌بینیم، این کاری کرد که نام پرنس رضا پهلوی رو در تاریخ جاودان کرد و خود من شخصا عشقم و مهرم بهش از هنگامی که این موضع‌گیری خوب رو کرد، موضع‌گیری خوبی در رابطه با کیان و دیگران کرد و خط بطلان کشید بر اسلام تازیان، ازش سپاسگزارم و مهرم بهش بیشتر شد. نکته بسیار مهم دیگه استاد سیرس شرفشاهی، پیش از اینکه فیلم رو ببینیم من بگم، اون کسی که میره با این اون مصاحبه رو میکنه، خیلی علیهش تبلیغات کردن و اینها، چون کار بسیار بزرگی کرد این فرد که یک خبرنگار مشهدی هم بوده، بازداشتش کردن، حتی الان ازش خبری در دسترس نیست، چون اون کار تاریخی رو اون کرد که رفت پای جوخه اعدام و پیش از اینکه به دار بکشنش این مصاحبه تاریخی رو باش کرد که نامسلمانی خودش رو، شادی در سوک چچه، این رو تایید و تثبیت کرد. کاری که من هفته پیش هم خدمتتون گفتم آقای استاد سیرس شرفشاهی، حتی در زمان محمد رضا شاه که پادشاه اسم خودش رو گذاشته بود آریامهر، تاریخ شاهنشاهی رو مات کرده بود و غیره، هنوز نفوذ اسلام و روحانیت اینقدر شدید بود که شما سر یک خاک نه که دایره، نه که موزیک، نه که آهنگ، نه که ارکست، بشکن نمیتونستی بزنی، یه بشکن نمیتونستی بزنی. خب این تحول بزرگ بسیار تاریخی و واقعا سپاس ملت ایران رو که استاد سیرس شرفشاهی در خارج از کشور همه و در ایران به ویژه خارج از کشور در تمام شهرهای بزرگ مراسمی به یادش برگزار شد. حالا این فیلم رو میبینیم و برمیگردیم بقیه برنامه رو میریم. بله. تو وصیت نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه نماز نخونن. درست. شادی کنن. آهنگ شاد پر. سیرس شرفشاهی ویدئوی دیگه که میبینیم همچنان کوتاه هست، ویدئوها مربوط میشه به محمد خاتمی، انتخابات اینها و جریان اصلاح طلبی در ایران و گول زدن دوباره این مردم هپلو هپو که 1400 سال برای قربانیان خودشون، قاتلین خودشون، جلادان خودشون جشن میگیرن، خر میشن، میرن سینه میذارن، دنبالشون میرن و غیره. این جا در آخر این برنامه یک ویدئویی که خواهیم داشت استاد سیرس شرفشاهی، یک دقیقه گفتگوی من خواهد بود با مدیر سازمان سیای امریکا که در اینجا در این ویدئو ثابت میکنیم که یعنی
ویدیو خیلی بلنده، روی اینترنت دوستان میتونن برن ببیننش. در مورد موارد بسیاری با ایشون من صحبت کردم که حتی میتونیم 4-5 جلسه بحث بکنیم. الان جامعه ایران الان به ویژه نیازمند خصوصا جانشینی خامنه‌ای، حکومت به حکومت رسیدن مشتبه و جریان ظریف که رفته امروز به پزشکیان، همه اینا به هم مربوط میشه و به همین سخنانی که من چند سال پیش با مدیر سازمان سیاسی آمریکا مطرح کردم. اما اونی که اینجا مهم خواهد بود، خواهید دید، اون اینی که مردم ایران، مهربان یاران، نازنین ها، این اصلاح طلب و اصولگرا و خاتمی و مرسوی و کروبی و عرض کنم خدمت ناطق نوری و رجایی و احمد، اینا همه کلیتشون یک سیستمه، یک آشه شله قلمکاره، یک سوپه، یک سالاد شیرازیه که توش همه چیز داری، نه همشون یکی هم. فقط به با پیشنهاد و مشورت خود همین خارجی ها و نظم نوین جهانی، اینها از هنگامه خاتمی که ما خودمون نقش مهمی اون موقع داشتیم، استاد سیاسی شفشی سال 1996 را اگر به خاطر بیارید، برای شکستن تور اختناق داخل ایران که حتی یک دولت مرد ایرانی آقای شرفشاهی نمیتونست مصاحبه کنه با کسی، یعنی چه مجلسی باشه، چه وزیر باشه، چه هر گافی که بود، نمیتونست حتی مصاحبه با ماها در خارج از کشور بکنه، چیز خارج از کشور. این تور اختناق رو ما شکستیم که با وزرا، با نخست وزیر، مثلا با بازرگان، با فروهر، با همینا ما مصاحبه کردیم و بعد راه رو باز کردم. من تلفن‌ها رو در اختیار دوستانم در لس آنجلس گذاشتم، حتی حسین مهری و دیگران رو باشون صحبت دادم، اونها کردن که این تور اختناق شکسته شد. از اون موقعی که این تور اختناق شکسته شد در داخل ایران، فریاد به خارج اومد که جنبش جانشینی شروع شد، چه شد چه شد. این نظم نوین جهانی که مغز اصلی نظام جمهوری اسلامی است و اینا کارمندن همشون، به این فکر افتادن که دو تا جناح درست کنن، یکی اصلاح طلب برای کار خارج از کشور و یکی اصولگرا برای داخل کشور، برای ملت خری که ببخشید اونایی که تازی پرستن. خر یعنی سواری مجانی دادن. خر به کسی میگن که خر خیلی دانشمنده، برعکس میگم خیلی فهمیده است، استاد دانشگاهه، خر خیلی روشن فکره، خیلی جلال آل احمده، خیلی احمد شاملوه، خیلی ابراهیم گلستانه، ولی حمالی میده، بار مجانی میکشه. این بار مجانی کشیدنی که همین بخشی از جامعه ایران و به قول پادشاه اکثریت خاموش که میکردن، این برای اونا اصولگراها، برای اینها اصلاح طلبها که خب بعد در مقطعهای اصلاح طلبها را مردم قدرت دادن و ولی کلن سیستم بود. حالا اینها برای که میخوایم وارد مبحث بشیم که همشون پیرو به خامنه ای هستن، همشون پیرو به ولی فقیه هستن، همشون ولایت مطلقه فقیه رو قبول دارن، امشب ثابت میکنم بهتون. اصلا این پزشکی الان میبینید، پزشکیان ببخشید. حالا این شما یک ویدئویی که میخوام ببینید 15 ثانیه از خاتمی استاد شرفشاهی، میخواد شعور، فهم، عقل و ادب یک سیدی رو ببینید که مردم بدبخت بیچاره فلک زده تا به الان میگن عجب آدم خوبیه، خیلی آدم سیدی، ما خیلی آدم درست حسابی تر نسبت اونم میگن. اینقدر آقای محمد خاتمی، آقای محمد خاتمی، شما اینقدر ببخشید ملت ایران ببخشید، نشو چون بیشعور هستی که یک بانو در این جلسه که تو جلو نشستی صف اول، عکسش اگه بندازین تا وقتی تا خودش ببینیم، ببینیم که تو شما صف اول نشستی با پزشکیان تو این مراسم، یک بانوی داره سخنرانی میکنه، یه بانو داره سخنرانی میکنه، یه کسی وارد میشه، خیلی وقت پیش میاد که ما نشستیم تو سالن، 100 نفر دیگه بعد ما میام تو سالن، این مردک خانم که داره صحبت میکنه بی احترامی بهش میکنه، از جاش بلند که میشه هیچ با این رو چاق سلامتی ما چوبوس هم میکنه، جلسه خانم رو به هم میزنه، خانمی که این دعوت کرده ردی بابا. این نشون میده که این ضدیت با زن، ضدیت با ایرانی و بیادبی و این تازی خودش رو برتر دونستن، این 15 ثانیه 15 قرن به تو تازی پرست داخل ایران مردم درس میده. چازه این بهترینشونه برای اصلاح طلب و خاتمی شونه. میبینیم و برمیگردیم در خدمت هستیم. آقای نخست وزیر گزارش وضعیت اجتماعی ایران، گزارش وضعیت اجتماعی زنان،
و دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران در کمیته نامزدی حضور داشت. استاد شمشیر، من امشب ایران به شما بگم که تو تاریخ آقای خاتمی بمونه. محمد علی عبدالی تو هم گوش کن. تاج زاده شما که دنبال این سیدم هستید، قان زود چپونش کنید. شما همتون سیده سعادت تازی به ملت ایران گوش کنید. امشب آقای شمشیر بچه بنده در یک جلسه بود در مدرسه که دیر وقت بود میرفتم میآوردمش. من چون عضو چیزم هستم رفتم تو جلسه، 5 تا بچه‌ها پرسیدم. گفتم الان خانم داره صحبت میکرد تموم شد، آیا اگه کسی میومد تو سالون، حتی بابای تو مامان شما میومد، شما اجاتون با میشدین؟ زندانی مسئولیت من نیست، اون یه قوه. گفت نه این بیادبیه، بچه های فرانسوی ایرانیش هم همینطوره. ایرانی بچه شعور داره. محمد خاتمی چون یه بانوی ناظر، من نمیشستم خانم کی بود، ولی یه بانوی زن ایرانی داره صحبت میکنه توی یک مراسمیه و تو اینقدر بیادبی. حالا این بیادبی رو شما ببینین استاد سیاس و شرفشایی، به خاطر اینی که اینها مسلمان هستن، پیرو به ولایت فقیه هستن، اینها سید هستن، خودشونو برتر از همه میدونن و ما رو باید خر کنن، یعنی ملتی رو باید خر بشه. آقای پزشکیان خودش کاندیدا کرده، این همه الان میگن. حتی من امروز، همین امروز از بی بی سکینه رو من 30 سال پیش میگفتم بی سکینه، بی بی سی شنیدم. آقای شرفشایی که داشت صحبت میکرد با نماینده پزشکیان و دو سه نفر دیگه و بگذاریم داشت تبلیغ میکرد رادیو تلویزیون بی بی سی برای پزشکیان، بعد میگفت آره این تنها کسیه، مطلبشون روی اینترنت هست، میتونید برید ببینید بی بی سی، شما میتونید دوباره بازپخش کنید، مطلب روی اینترنت هست. گفت که این پزشکیان تنها کسیه بین کاندیدای که مخالف خامنه ایه، مخالف ولی بقیه، مخالف خامنه ایه، از مخالفین خامنه ایست. حالا من صحبتای خودش میذارم که مال همین دیروزه. پزشکیان میگه من ذوب شده در علی خامنه‌ای هستم، من مریدی هستم. ببخشید آقای شرفشایی، استاد سیاسی شرفشایی، خیلی عزم اگه تو جلسه نبودی میگم من آفتابش هم میرم آب میکنم و اینا آفتاب علی خامنه‌ای رو آب میکردن و میکنن. اینا برای شما میخوان به عنوان اصلاح طلب خرتون کنن، یعنی یک نمایش گذاشته، یه تئاتر گذاشته، یه سینما گذاشته، یه مسابقه فوتبال گذاشته که شما برید روحو بمتشوت برید رأی بدید. البته رأی هم ندید، اینا هر کی دلشون بخواد در میارن، براشون اصلا مسئله نیست. مثل انتخابات مجلسشون که در تهران که 11 میلیون رأی دهنده داریم آقای استاد سیروس شرفشایی، 11 میلیون در تهران رأی دهنده داریم، فقط 400 هزار نفر به یکی رأی دادن، این پسر امیر حسین ثابتی اول شد، 400 هزار نفر از 11 میلیون. حالا این ببینید و بشنوید و بشناسید که آقای پزشکیان که اینقدر تبلیغش میکنن براتون، سینه میزنه، داد میزنه، فریاد میزنه، این دیگه اصلاح طلبه. این اون 6 تا از همشون بهتره برن 900 تا 800 تا رو ببینین چقدر سرسپردگی خودشون نشون میده. و این جهان بایستی خرسند باشه، جهان آزاد نه جهان استعماری، که خامنه ای همونطور که خودش گفت سیستم، یعنی سیستم ولایت فقیه، ای از پنهانکاری آمد بیرون. یعنی اینها سالها میلیونها و میلیاردها دلار خرج کردن، آدمای خارجی و ایرانی و همه رو خریدن در داخل و خارج از کشور، که همه اینا سرسپرده رژیم بودن، ولی به اسم اپوزیسیون، به اسم مخالف، به اسم اصلاح طلب، به اسم تو خارج از کشور، به اسم احزاب چپ، احزاب راست، ضد آویوی. ولی الان که جریان حمله حماس به اسرائیل شد و غیره، الان اینا همه آمدن رو که نه تنها در داخل ایران پزشکیان علنا میاد تجریح میکنه از خامنه ای، در خارج از کشور ما میبینیم، اون هفته به شما نشون دادم، در خارج از کشور این قدرت پنهانش خامنه ای داره رو میکنه در منطقه و جهان. میبینیم ایران شرف شده میاد. مرسی کارگردان عزیز. زندانی مسئولیت من نیست، اون یه قوه دیگه است. میخوام بیاره، من عوض میخوام، من سنگو به عادت میکنم. تو چرا به سنگ من بی احترامی میکنی؟ تو هم یه چیزی دیگر رو عبادت میکنی، من حق ندارم بی احترامی کنم. بنده رهبری رو قبول دارم، اصلا ذوق اونم. یه لحظه اجازه بدید. به نظر شما این درست نیست. حق ندارید به کسی که من بهش اعتقاد دارم توهین کنید. کس ندارید به اون کسی که باور دارم بی احترامی کنید.
ملاحظه فرمودین استاد سیروس شرفشاهی، حالا چقدر زور چپون میکنن به ما تحت این حزب اللهیا و خرمقدسا که پزشکیان این اصلاح طلبه، این با خامنه‌ای مخالفه. خامنه ای استاد سیروس شرفشاهی، من این رو به شما بگم امشب اینجا، قبلا هم گفتم، من بچه که بودم کتاب اوریان فلانچی مصاحبه‌ای بود با تمام دنیا کرده بود، 15 16 سالم بود و از بچه که کتاب می‌خوندم، این کتاب رو خوندم خیلی برام جالب بود. یک روز می‌دونم یه جایی دستم با چیز بود، خامنه‌ای هم رد می‌شد موقع که خامنه‌ای که اینو دید، استاد سیروس شرفشاهی گفت چیه؟ گفتم این کتاب اوریان فلانچی مصاحبه کرده با رئیس سیا. بعد گفتم یک تیکش میدونه جالبه چیه؟ گفت نه. گفتم این ویلیام کلبی رئیس سازمان سیا این حزب کمونیست ایتالیا تشکیل داده. گفت عجب. گفتم آره حزب کمونیست ایتالیا سرنخش دست سازمان سیا آمریکاست. این کتاب خوند و خوشش اومد، کتاب رو ما پس نداد. همون سیستم رو الان داره تو مملکت دنبال میکنه. یعنی چون اوریان فلانچی وقتی به ویلیام کلبی میگه آقا تو رئیس سازمان سیا هستی، چرا میدی تو مملکت ما حزب کمونیست درست کردی؟ میگه تعجب میکنه اول، بعد مدارک میذاره رو میز. وقتی این مدارک میذاره اوریان فلانچی خبرنگار مشهور ایتالیایی که نماینده مجلس هم شد رو میز، میگه خانم، میگه بله، میگه اگه ما من درست نمیکردم سازمان حزب کمونیست ایتالیا رو کی درست میکرد؟ میگفت اتحاد جماهیر شوروی. میگه خب من دست پیش دادم درست کردم سرنخشم دست من، هر وقت هر جور بخوام مرخصونمش میچرخونمش، کاری که جمهوری اسلامی با اپوزیسیون ها و با کشورها و با همه توی ساله کرد. حالا بر همین اساس اصلاح طلب مثلا طلب این همه بازی خودش این حالا رو شد. نکته که امروز خیلی صدا کرد استاد سیروس شرفشاهی، امروز این نکته خیلی صدا کرد، مداخله سید جواد ظریف بود. یعنی سید جواد ظریف اومد کنار پزشکان تو این مصاحبه‌های مطبوعاتی و اینا که میکنن نشست و به عنوان یک مدافع، چون اعلام هم کردی که وزیر خارجه من احتمالا خائن خواهد بود، این اومد نشست و یک دفاع جانانه کرد از این پزشکیان و از خامنه ای. و نکته مهمی رو مردم روشن فکر فکولی کراواتی چپولای مارکسیست و کمونیست و فدراسیونی که همتون پنهان با جمهوری اسلامی بودید توی 44 سال نگهش داشتین، زیرکی مدعی اپوزیسیون داشتین و اصلاح طلبان رو بزرگ کردین تو خارج از کشور، استاد سیروس شرفشاهی میاد تو حرفایی که میزنه، حرفاش زیاده، ما نمیخوام وقت شما رو بگذاریم اینجا و حرفای اینا رو بحث کنیم. استاد سیروس شرفشاهی میاد تو حرفاش حکم ترور و کشتن امریکایی‌ها رو میده، قاطع هم میده. یک آیه‌ای داره قرآن که میگه و اعد لهم ما استطعتم من قوه، یعنی این آیه آرم سپاه پاسدارانه، یعنی سپاه پاسداران یک کلاشینکوف کشیده، این آیه قرآن روش اومده. این واژه ارهاب، یعنی ارهاب یعنی ترور در این آیه اومده. میگه شما دشمنان خودتون رو قدرتتون رو نشون بدید و وقتی که قدرتتون رو نشون دادید ترور هم بکنید. یعنی واژه ترور تو این آیه آمده، ترور در زبان عرب میشه ارهاب، ارهابیون میگن، ارهابیون. و این مواده این آیه، یه آیه رو ظریف تو صحبتهای می امروزش که من دیدم عجب امیر شجره کارش درسته آقای شرفشاهی، یعنی رو صفحه پارس تیوی دات تیوی کامل سخنان ظریف در کنار پزشکیان هست، من اینجا یه دقیقه نشون میدیم شما برین کاملش اینجا ببینید. اینجا آقای شرفشاهی میخونه ظریف که میگه ما توی جریان مذاکرات بایستی مذاکرات میکردیم، بایستی برجامه میرفتیم و ما پیروز قضیه بودیم و بعد قرآن به ما دستور داده که ما بیرون اول مذاکره کنیم، اگر اونها خلاف وعده کردن وعدهشون رو شکستن و اعد لهم ما استطعتم من قوه، و بعد تایید میکنه حمله حماس رو، تایید میکنه کشتار یهودیان رو، تایید میکنه درست همین موضع‌گیری که میبینید علی خامنه ای جمهوری اسلامی داره، همه موضع‌گیری ها رو تایید میکنه. و یادتون هم نره که من نشون دادم به شما مردم، خود ظریف در پارلمان ایران خودش اومد گفته که ایشون مدیر کل گورگ سایروسه،
ایشون یکی از دبیرکل‌های استعمار نو در منطقه و جهان و ایرانه. این قبلا هم گفتم فیلمش هم ببینید هست روی اینترنت. آدم یعنی همون ذکر همون فکریه که الان از تظاهرات جهانی رئیسش گورگ سایروس علیه اسرائیل دفاع میکنه و تو فیلم بعدی که میبینیم مدیر سازمان سیای آمریکا هم در رابطه با همین اسلامی که تروریست نیست، اسلام کمربند سبز کیسینجر از اینا باید اسلام رو تقویت بکنن، اینا اون هم هست. حالا شما همه یک دقیقه هم گوش کنین برگردیم بیاریم و همین اولش هم که میاد شما بخونین عمدن هم براتون عمدن مردم ایران عمدن دو ثانیه یک موزیک گذاشتیم اینجا که میگیم بعدش میگیم دانش شهریگری را از ما بر اثر ما برای دیگران بگذاشتیم، این عمدن گذاشتم استاد سیاسی شبشه چون ظریف میدونی یعنی چی. آقای ظریف تمام سالهایی که در سازمان ملل متحد سفیر بود و وقتی وزیر امور خارجه بود، من اسناد چه دارم منتشر نکردم، 10-12 مورد وقتی که با خارجی ها روبرو میشد میگفت من از سرزمین میام که 7000 سال تمدن داره، شما چیه تمدنتون؟ من سرزمین من مهد تمدن بشریت بوده 7000 سال. واژه 7000 سال رو بیش از 10 بار در برنامه‌هایی که در امریکا سفیر سازمان ملل بود استفاده کرد، وزیر امور خارجه هم چی شد استفاده کرد. عمدن من اینو گذاشتم که به شما ملت ایران اگه دسترسی دارید به جهانیان، جهانیانی که با اینا نیستن، بگید ما با اینا وقتی میان پوز فرهنگ و تمدن آریایی ایرانی و پیش از اسلام ما رو میدن برای خر کردن شماست. میبینیم با هم. سپاس از کارگردان برنامه. شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. سن که کفر کردن به ایمان نمیارن. کدوم حیوانات؟ الذین عاهدت منهم، کسایی که باهاشون عهد بستی. ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، هر بارم عهد میشکنن. بعد آیه های بعدی میاد که اگر اینها خواستن عهد شکنی بکنن شما پیش دستی بکنید. آیه ای که هممون بلدیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، این آیه هم میاد. شهریگری را از کهن ما برای دیگر. استاد شیرشفر دیدین 30 ثانیه بود ترحبون رو استفاده کرد واژه رو، یعنی ارهاب، یعنی ترور بکنید. و نکته جالب مردم عزیزان من، قربون اونقدر بالاتون بشم من، ای ملت نازنین هپلوی ایران، میگه آیه این که هست آیه دیگر همه ما خوب میشناسیم، همه ما اون آیه رو خوب میشناسیم. استاد چرفشه چرا اینو میگه؟ چون همه اینا پاسدارن، همه اینا از پاسداری اومده شده. آقای پزشکیان از پاسداری شده، لاریجانی از پاسداری شده، سعید جلیلی از پاسداری شده، قالیباف از پاسداری شده، همشون پاسدارن، همه پاسدار بودن در قتل عام 45 سال اینا دست داشتن. و میگه که آقا اینی که آیه رو شما خوب میشناسینش، آیه آیه که آرم سپاه پاسداران ماست که صبح تا شب پرچم میشه ماش کردیم و میکنیم، میگه خوب میشناسین این آیه رو. خب شما به خواب هفتم، ای مدعیان دفاع از اصلاح طلب ها، به خواب هفتمتان میدیدین که اینقدر واضح در این هنگامه ای که تمام نیروهای داخل و خارج از کشور نظام ولایت فقیه رو شده که خیلی از مسیحی های جهان بلا نسبت مسیحی های واقعی و سیاسیون به جرمی که میگن عیسی که خودش یهودی بوده میگن یهودی ها کشته، حماس دارن بچه ها کشته فلان فلان فلان، بابا اومدن دارن از این سیستم تروریستی حماس دفاع میکنن در سطح جهانی که الان فرانسوی ها استاد سیروس شرفشوی فرانسوی ها یهودی صدها نفر در ماه فرانسه رو ترک میکنن، صدها نفر ترک میکنن، یهودی از اینجا دارن میرن تو کوچه و خیابون ضد یهودیت، اصلا غیر قابل تصوره، غیر قابل تصوره. و بعد خود اینها هم صداشون در میدونی آقا اصلا رسیدگی هم نمی کنن های شرف شایی. خب این شما دیدین تا این حد ظریف هم میاد بعد از پزشکیان که قاطع خودش از رهبر حماس در جان آقای خامنه‌ای پشتیبانی میکنه، میاد ایران میگه خب حالا ملت ایران برای شما فردا هر شنبولی شنبولی قوقلی قوقیره از تو صندوق در بیارن
فرقی برای رژیم نمیکنه. مگه 14 سال نه 8 سال خاتمی بود، 8 سال روحانی بود، شما چی نصیبتان شد؟ الا اینکه میلیاردها دلار اونا گرفتن بین خودشون تقسیم کردن. ترامپ ترامپ گفت ما میلیاردها دلار با هواپیما فرستادیم ایران، با هواپیما. خب اون میلیاردها دلار یک قرش به تو بدبخت نرسید که دلار که رفت بالا اسکناس چاپ میکنن همش دلار میاد. خب مردم عزیزم قربون اون قد و بالاتون برم، مجید رضا رهنوردهای ما رو از 1400 سال پیش تا الان دارن میکشن. اینی که من گفتم تاکید میکنم، گوش کنید مردم ایران، آیه قرآن هر کس برای شما خون، هر کس برای شما خون که خواست بگه دوستت دارم، عاشقتم، یه ماچ بده، هیچ فرقی با همین آیه قرآن خوندن پزشکیان، آیه قرآن خوندن ظریف که میگه بکشین ترور کنین، آیه ترور میکنه، و آیه قرآن خوندن اذان صبح که بچهای ما رو اعدام میکنن، بچهای ما رو تیربارون میکنن به نام و قاتل الذین لا یؤمنون بالله. گفتگوی داشتیم با رئیس سازمان، مدیر سازمان سیا در این باره برای ما مطلبش بگید. استاد سیسی شفشایی، این گفتگو خیلی مفصله، من الان هم نیست، این گفتگو مال شبیه که اوباما رئیس جمهور شد. این مدیر سازمان سیا امریکا مشاور امنیتیش بود و چون رفیق من بود و هست اینا باش برای گوشی تلفن برداشتم باهاش یک مسابقه کردم یک ساعته. اینجا یه دقیقه شو میشنوید، یه دقیقه که اینجا میشنوید آقای شرفشاهی، همین ثابت میکنه که این طرح اسلام در جهان یه طرح استعماری است. روس و انگلیس و فرانسه گوادلاپیس، یعنی گوادلاپ همون سنتورویری کمربند سبزی که کیسینجر مطرح میکرد. یعنی چون من اینجا بهش میگم خب چون این آقا یک کتابی نوشت آقای شرفشاهی به نام سیریانا، این کتاب سیریانا فیلم شد در امریکا هالیوود. جورج کلونی فیلم رو بازی کرد. قبل از اینکه فیلم بشه، قبل از اینکه کتاب بشه، همون سال من در نیمروز نوشتم و شرح کامل دادم. میدونین این سیریانا چیه؟ مردم ایران گوش کنید، سیریانا یعنی سوریه و ایران، یعنی سوریه و ایران خاورمیانه بزرگ رو اونا رهبری میکنن. خاورمیانه بزرگی رو که آمریکا شعارش میداده و میده اونا، من اینجا ازش میپرسم، ایشون میگه بله او خاورمیانه بزرگ همینه و فیلم شده، جورج کلونی هم بازی کرده، برید ببینید. و بعد اینجا من میگم خب تو خودت هم که 20 سال با اسلامگیرها مبارزه کردی، تو منطقه بود میخواست تا صدام حسین بکشه، بن لادن فرفا میگه که نه 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 زود دوید، من تو رو نگه میدارم، من ما با اسلام مخالفتی نداریم، ما با بنیادگیرها مخالفیم. میگه خب بنیادگیرای اسلام میگه نه 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 اسم اسلام نیار، اسم اسلام نه، نه اسلام عزیز است، خمینی باشد طالبان باشد گوش میکنی. Hello Mr. Bayer, good morning. Thank you very much. Vous allez bien? Ça va. Alors justement, Monsieur Baer, on va commencer de parler sur Syriana. Est-ce que votre Syriana, c'est la même chose que Grand Moyen-Orient, puisque un pouvoir perso-syrien dans le quartier, est-ce que ça peut faire face aux intégristes musulmans? Que vous avez 20 ans de combat contre les islamistes. Les extrémistes, pas contre l'islam. C'est les gens d'Ibn Taymiyyah et les autres. Oui. Ils sont le problème, c'est pas l'islam. Parce que nous avons la même chose aux États-Unis avec les Crimeans. Oui. Oui. Ça, c'est le problème pour nous. Mais à vrai dire, je crois que c'est, nous sommes presque finis avec les islamistes. Al-Qaïda, il est une organisation qui est morte à mon moment. Ah bon, vous pensez comme ça? Oui, c'est ça. Parce que, je crois, je suis très certain que Bin Laden est mort. Vous
vous, comme un directeur de CIA, c'est vrai, vous pensez qu'il est mort, Ben Laden? Oui. Bala Ustad Sirt Sharfshahi. Ingunast. Ingunast. Didit Millet Iran. حالا اگه بخوام روی اصل قضیه اوباما و اصلاح طلبا و جمهوری اسلامی و اینا شمشوی بقیه، چون یک ساعت مصاحبه است و هر دقیقه ایش رو من با ایشون یک اسرار رو ازش در میارم، چون آدم خوبیه این ایشون و تفلی و میدونید اونا مثل ما نیستن پیچیدگی داشته باشن تو فهم پرسیام درست جوابش میده و قاطع میگفتم اون موقع میگه که در ما در برابر وهابیا یعنی عربستان سعودی از ایران دفاع میکنیم، چون اسلام تشیع یک اسلام مدرنی نسبت به وهابیان که تروریستن، ایران تروریست نیست. حالا صحبت زیاد روی زمینه، ولی میخوام آخرش هم شما مردم ایران قربون و قد بالاتون برم شکلتون رو بگردم، بدونید که تو خارج از کشور امیدی نیست. 40 سال من به شما گفتم، الان هم میگم آقای شرفشاهی، خارج نمیاد شما رو نجات بده، خارج بدتر بیشتر ترتیب شما رو میده که بدبختتر، فقیرتر، آوارتر، ویرانتر بشه اون مملکت. شما خودتون از داخل میهن اهورایی است، از داخل ایران هست، هر جور اندیشیدید باید بلند شید و ما در خدمت شما هستیم. خارجی برای نجات تو نمیاد. همون هم که فریاد میزنن که میاد، کسایی که حقوق بگیرای خارجی هستن که استعمار اینها رو روز به روز بدتر کنن، شدت بدن و یکی رو ببرن یکی رو بیارن. دیدینم که هر کی بیاد اونجا سر ته یک حرباسه. استاد سیلس شرفشاهی. بله، به هر حال این اسلام هرچی هست مشکلات بسیاری برای مردم ایران آفریده، ولی خب گروهی چون بهره میبرن از این روند اسلامگرایی در ایران و منطقه، به حال به سودشونه که این مسئله رو پیگیر کنن و دفاع کنن. بله استاد چیز شرفشاهی، اسلام ما 140 تا کتاب نوشتیم، 20 تاش فرانسویه، بقیهش فارسیه و چندین هزار برنامه تلویزیونی رفتیم به زبانهای مختلف، عربی، فارسی، فرانسوی. استاد سیس شرفشاهی از همون 40 سال پیش ما چون تجربه خمینی رو داشتیم در ایران و تجربه اسلام سیاسی که در به قدرت رسید در ایران رو ما داشتیم و غیره، از همون 43-44 سال پیش ما همینا رو گفتیم که خطریست اسلام، پولوتیزه کردن اسلام اصلا آقای شرفشاهی برای پیشبرد اهداف استعماری بوده و هست و خواهید دید این که الان بهتون بگم غرب خراب میشه رو اینا عمدن، چون برای اینها بهتون بگم الان مثل سابق نیست که بگن که ما یک جایی یه منطقه یه چیزی یک کشورکی بسازیم بس ما منافع ما حمایت کنه. الان سرمایه داری جهانی به فکر منافع مالی خودشه و بس، و اسلام بهترین بهانه است، چون مردم چند میلیارد مسلمونن، همه هم قربون شام برم گوسفندا رو دیروز سر بریدن این ابلهان. عیسی مسیح آمده که آقا جلوگیری کنه گوسفند نکشین، زرتشت اومده میگه قربانی نکنید. او که میخواست اصلا بچه‌شو بکشه او یارو دیگه که. بعد همه دیروز میلیون ها گوسفند بیچاره حیوان رو سر بریدن که جشن خون، خون حیوان جشن. این مردم دکور بسیار عالیه برای استعمار جهانی های شرفشاهی. به این راحتی استاد اینا رو نمی‌کنن که. ولی ملت ایران به درجه از رشد فکری و ذکاوت و تیزهوشی رسیده که اراده بکنه میتونه یک سوئیس تو منطقه بسازه و یک پاریس قدیم تو منطقه بسازه، همون خاورمیانه بزرگی که ایشون هم میگفت. واقعا هم تمام شیعیان را اگه شما بیانید روشون میگه آقا این شیعه دکونه بوده که به جای زرتشتی برای شما وا کردن، این 12 امام 12 امشانسپندان، این آناهیتا میگن فاطمه زهرا رو میگن آناهیتا، اینا رو بگیر همه اینا میپیوندن. یعنی میشه کاری کرد استاد سیروس شرفشاهی که رنگ نو آفرید و سرزمین آریایی رو دوباره با اهورامزدا و با آیین اوستا نو کرد، گل کرد. پدر مادر رو باید به دفاع از بچه‌هاشون برخیزن. همین کار سختی نیست. نمی‌کنم. بله.
به هر حال در حال حاضر موقعیت این جمهوری اسلامی و اسلامگرایی در فرانسه چجوریه و چه موقعیتی داره؟ جالب، پرسش جالبیش استاد سیرز شرفشایی، زیرا که حتما دیگه مطلع هستید. آقای قرهوجی هفته پیش گفت در فرانسه بعد از اینکه در انتخابات اروپا حزب مکرون باخت و دو تا حزب، یکی حزب جبهه ملی که افراطی راسته، یعنی این با خارجی های اروپایی موافقه، با خارجی عرب و مسلمان مخالفه، میگه که عرب و مسلمان ها رو باید خلاصه برن زندگیشون تو مملکت خودشون بکنن، ما اگه بخوایم مهاجر، خلاصه میگم که مردم بفهمن، میگه اگه مهاجر ما بخوایم که آشغال ما رو تو خیابون جمع کنه، بندایی کنه، فلان کنه، باید بریم از لهستان اینا بریم، از مسیحا بیاریم، از اروپا شرقی بیاریم. خب این حزب برنده شد و جوردن باردلا که دست راست رئیس حزب خانم لوپن هست، ایشون تقریبا 50% آورد، یعنی اونایی که اگه رأی میدادن به 50% میرسید، ولی خب نرسید، رأی آورد. بعد مکرون یه کار خوبی کرد، میتونست نکنه، پارلمان منحل کرد، گفت من دیگه رأی نیاوردم، پارلمان منحل کرد. این کار پیش از اون شیراک کرد، قبل از اونم فرانسوا میتران کرد. پارلمانی که منحل کرد 30 همین ماه جون انتخابات 12 روز دیگه، بعد دور دومش هم یه هفته دیگه. در این انتخابات دو تا حزب الان تقریبا قوی هستن، یکی راست افراطی میگن، یکی چپ افراطی. چپ افراطی با مسلمان هست، چپ افراطی که جان ماری ملانشون بود و فلان اینا، اینا با حماس بودن و دفاع میکردن و فلان اینا، ولی این موجب شد که چپ یک اتحادی توش به وجود اومد، که تو این اتحادی که وجود اومد جدا از حزب ملانشون، حزب سوسیالیست، حزب کمونیست و احزاب دیگه، سبزها، اینا همه متحد شدن. وقتی متحد شدن یه پیمان امضا کردن، گفتن آقای ملانشون تو حالا میگفتی حماس تروریست نیست، اینجا باید امضا کنه که تروریسته، امضا کرد. ولی اینها بیشتر مسلمونا توشون هستن استاد سیروس چرفشی. بعد نکته جالب، مثلا حتی فرانسوا هولاند رئیس جمهور پیشین، ایشون هم حتی نامزد شد از همین جبهه، جبهه دستراستی، یعنی جبهه سوسیالیستا، چپا، سبزها، مسلمونا، از این جبهه ایشون نامزد شد که بره تو مجلس و میرم حتما تو مجلس چنده بشه رئیس مجلس. او هم جوردن باردلا است. حالا احتمالاً جوردن باردلا همین مال حزب راست دستراستی افراطی اینا میگه، ولی خودشون میگن ما افراطی نیستیم، اینها دولت رو در آینده اینا تشکیل خواهند داد. یعنی اگه دولت اینا تشکیل بدن و اون وضع ضدیت با خارجی ها و نجات پرستی و اینا که میگن تو فرانسه خیلی رشد میکنه و همین وقتی رشد پیدا بکنه خیلی از این کشور خارج میشن، همونطور که الان دارن یهودی ها خارج میشن، اون موقع باز مسلمان ها خارج میشن. الان من نمونه هایی میبینم، یارانی کسانی که میشناسم، طرف مال الجزایر، مال مراکش، مال تونس، یه بقالی داره، یه هتل داره، یه رستوران داره، زود میخواد بفروشه از اینجا بره، میگه من همینی که بفروشم برم مملکت خودم، یک اگه رستوران دارم میتونم اونجا برم یه هتل بکنم. بعد اینا که میان دیگه کار ما خراب میشه و جو عصبی خطرناکی که اینا. آره این در دراز مدت که سهل، بله متاسفانه آینده خوبی در فرانسه نخواهد بود از نظر پلیتیک جناب استاد سیروس شرفشایی عزیزم. بله، به هر حال امروز نتونستیم مطالب آقای دکتر قرهگوزی رو بشنویم و امیدواریم که در حال وضع معمولی داشته باشن، مشکلی برایشون پیش نیامده باشه، و از شما هم سپاسگزارم که در حال در این برنامه مطالب جالبشون مثل هر هفته در اختیار ما قرار دادین و در این 3 دقیقه‌ای که در برای پایان برنامه مونده اگر مطلب دیگری در این برای ما بیان کنین تا با بینندگان خداحافظی کنیم. مطلب دیگه استاد شرفشایی این هست که در ایران این نکته مهمه بچه ها عزیزم، این نکته خیلی مهمه. اون نکته مهم اینه که مجتبی خامنه ای از همون زمان اوباما که عرض کردم خدمتتون در دو هنگامه
نظام باباشو نجات داد، یعنی نظام رو از سقوط و سرنگونی مشتبه نجات داد. به خاطر همینی که الان باباشم که دستش ول کرده و داره جز زمینان میسازه مصاحبه میکنه که رهبر بشه. یکی این که موقعی که آقای کروبی داشت انتخابات رو برنده میشد، اینها اونجا مداخله کرد و چون آقای کروبی خودش قصه داره که سر امریکا در یک من یک تئوری دادیم که ما روزنامه چاپ کردن که اگر سه نیرو با هم متحد بشن ایران آزاد میشه، یکی مجاهدین خلق، سلطنت طلبها و اصلاح طلبها، این سه تا باید با هم متحد بشن برای یک حکومت سکولار لایک. اون موقع من روی بحث کردم اگه یادتون باشه سال 1996 اینا. این تقریبا غیر رسمی شده بود و آمریکا هم گفته بود که حتی گورکسایروس گفت ما تو ایران سرمایه گذاری میکنیم، کمک میکنیم، میلیون ها دلار دادن به این آقایون، مداخله کردن، ترتیب شد دادن. موسوی، آقای موسوی، زهرا رهنورد، اینها از نظر مالی که امکانات نداشتن، اینها هم تعهداتی دادن به اون و تعهداتی به خامنه ای. قرار بود که وقتی که هر کدومشون برنده بشه ولایت فقیه رو از من ببرن یه شورای جمهوری رو تشکیل بدن. این پروژه گورکسایروس بود. باش بگم هم که بدونه چوخی و جوک نیست، آقای سپهر زبی از بلندپایگان سازمان استاد دانشگاه استانفورد و اینا هر سال یه ماه میومد پیش من. ایشون از نوجوانی اسپانسر سازمان سیای امریکا بود، گرفته بود اونجا استاد دانشگاه و مادام رایس حتی شاگردش بود اینا. ایشون میومد اینجا، من در جریان بودم. حتی بار من با آقای سپهر زبی وارد سان فرانسیسکو شدیم، ایشون با یک آمریکایی، با یک سازمان سیا، با یک استاد دانشگاه بازداشتش کردن تو فرودگاه، منو مهر زدن اومدم و گفتم بابا این رفیق ما استاده، حالا کار نداریم. یکی اونجا بود که مشتبه نجات داد، یکی هم زمانی که احمدی نژاد تقلب کردن گذاشتنش. در این دو مقطع گورکسایروس نتونست پیروز بشه و مشتبه نظام باباش نجات داد، چون موقعی هم که رفسنجانی یه نامه نوشته بود به خامنه ای بدون سلام و علیکم و اینا، اونجا هم تئوری این بود که خامنه ای رو حذفش کنن. به خاطر این دو مورد باباه حسابی گذاشته بایی که باش مخالفه که مشتبه رو رهبرش اعلام کنه برای هر کاری میکنه و خواهد کرد و خواهید تو انتخاب ریاست جمهور هم یه جور بخواهم درست کنن که قرار رو راضی کنن. بله، بسیار از شما ممنونم. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش ابستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.